سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا چند مورد از تحریم‌های ایران از جمله تحریم‌ها علیه بابک زنجانی، شرکت سورینت و شرکت ملی نفتکش ایران را به خاطر فقدان دلیل بیمورد دانست. این دادگاه همچنین تحریم دانشگاه صنعتی شریف را فاقد دلیل کافی دانست، اما دو ماه به کمیسیون اروپا فرصت داد تا دلایل کافی در اثبات ادعای خود ارائه کند، وگرنه تحریم این دانشگاه نیز لغو خواهد شد. در حکم دادگاه آمده است کمیسیون اروپایی نتوانسته است ثابت کند که دانشگاه صنعتی شریف از آزمایشگاه‌هایش در جهت پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران استفاده کرده است. دادگاه همچنین در حکم خود گفته شورای وزیران اتحادیه اروپا حاضر نشده است تا برای اثبات اتهام‌های خود اسنادی به دادگاه ارائه دهد. دانشگاه صنعتی شریف به دلیل آنچه کمک به برنامه مشکوک هسته‌ای ایران خوانده شده در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. حسین موسویان دیپلمات سابق ایران با تاکید بر منافع مشترک جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا میگوید ایران و آمریکا در 35 سال گذشته روی اختلافات دعوا کردند، هیچ وقت روی نقاط مشترک کار نکردند، در حالی که ما منافع مشترک بسیاری داریم. آقای موسویان افزوده ما باید با کشوری مذاکره کنیم که مهمترین تحریم ها را در کنگره‌اش تصویب کرده و آنها را در سطح فرامرزی اعمال می کند. ما که نمی توانیم با آلمان، انگلیس یا روسیه مذاکره کنیم تا آنها درباره مصوبه های کنگره آمریکا تصمیم بگیرند. بنابراین عدم ضرورت مذاکره با آمریکا یک بحث کاملا غیر کارشناسی است. ناوی پیلای مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار گنجاندن موضوع حقوق بشر در گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک شد. وی تاکید کرده است گفتگوها با ایران باید به طور کامل نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر را در بر بگیرد. ما از ایران می‌خواهیم متعهد به حمایت از حقوق بشر شهروندانش شود. درخواست گنجاندن مسائل حقوق بشر در مذاکرات هسته‌ای در حالی اعلام می شود که جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست در کنار مذاکرات هسته‌ای به موضوع حقوق بشر پرداخته شود. ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک از روز چهارشنبه 11 تیر ماه در وین آغاز شد. ششمین دور مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین در حال برگزاری است که یک مقام ارشد آمریکایی گفته است مذاکرات بسیار جدی است، اما اختلافات قابل ملاحظه‌ای باقی مانده است. خبرگزاری رویترز از 7 مورد اختلاف عمیق میان طرفین خبر داد. این مذاکرات با هدف رسیدن به یک توافق جامع نهایی به مدت 20 روز در وین در جریان است. ششمین دور مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در وین روز دوم غیر رسمی و روز نخست رسمی خود را پشت سر گذاشت و وارد سومین روز یعنی امروز جمعه شد. در این مذاکرات ظریف و اشتون دیدار دو جانبه ای با یکدیگر داشتند و سپس آمریکا نیز به این مذاکرات پیوست. دیدار مقامات ایران با هیئت روسی و هیئت اروپایی نیز از دیگر برنامه های این مذاکرات بود. به گفته مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، این دیدارها به منظور نزدیکتر کردن دیدگاه در مورد روند ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع تا قبل از 20 جولای بوده است. در همین حال یک مقام ارشد آمریکایی گفت مذاکرات بسیار جدی است، اما اختلافات قابل ملاحظه‌ای باقی مانده است. ما سخت کار می کنیم تا ترکیب هایی را پیدا کنیم که این اطمینان را بدهد که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. وی همچنین گفت رهبران ایران باید تعامل کنند تا راه حل رسیدن به اهداف آنها پیدا شود. این مقام ارشد آمریکایی ادامه داد ما دیدار دو جانبه با ایران داشته ایم که طولانی بوده است. ما به مهلت 20 جولای متعهد هستیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا بحث عراق هم در مذاکرات مطرح می شود یا خیر گفت برنز برای مذاکرات هسته‌ای اینجا آمده است. ما متمرکز بر مذاکرات هسته‌ای هستیم.
مذاکره کننده آمریکایی با اشاره به ظرفیت غنی‌سازی ایران گفت آنها باید کمتر از آنچه الان دارند داشته باشند. ظرفیت غنی‌سازی ایران در زمان مدت توافق باید محدود باشد. اما پس از اتمام زمان توافق ایران می تواند انتخاب کند. وی افزود وزیر امور خارجه ایران می گوید که پیشنهاد هسته‌ای ما حد اکثری است، اما آن پیشنهاد منطقی است و ما چندین گزینه را مطرح کرده ایم. ایران فقط می تواند بخشی از آنچه که الان دارد را داشته باشد. مقام ارشد آمریکایی همچنین گفت اگر ایران خواهان یک توافق نهایی است، باید غنی‌سازی در مقیاس صنعتی برای راکتورهای برق را به زمان پس از پایان مدت توافق موکول کند. ایران می تواند چند هزار سانتریفوژ برای سوخت رسانی به راکتورهای تحقیقاتی داشته باشد، نه غنی‌سازی در مقیاس صنعتی برای راکتورهای برق. در همین حال، خبرگزاری رویترز در گزارشی به 7 مورد اختلاف بین ایران و قدرت‌های جهانی در مذاکره هسته‌ای اشاره کرد. به گزارش رویترز، این موارد عبارتند از ظرفیت غنی‌سازی ایران، تحقیق و توسعه در حوزه سانتریفوژها، راکتور اراک، تحقیقات درباره برنامه هسته‌ای نظامی، تحریم‌ها، موشک‌های بالستیک و مدت زمان توافق. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، قبل از سفر به وین یک پیام ویدیویی به زبان انگلیسی تهیه و با زیرنویس به زبان‌های مختلف در فضای مجازی منتشر کرد. ظریف در این ویدیو گفته است تا 3 هفته آینده ما یک فرصت استثنایی داریم تا تاریخ ساز شویم، تا بر روی توافقنامه جامع برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسیم و پایان دادن به یک بحران غیر ضروری که ما را از رسیدگی به چالش‌های مشترک باز داشته است. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه هم گفته بود که ما برای توافق آمده ایم. آقای ظریف با این حال گفت که ایران اگر با زیاد خواهی مواجه شود، آن را نخواهد پذیرفت. برخی از تحلیلگران میگویند محتوای پیام یوتیوبی جواد ظریف به نوعی تلاش برای توجیه شکست مذاکرات است و نشانه های نامطلوبی در دل خود دارد. گفتنی است هر دو طرف هم مذاکرات را با اهداف بلند پروازانه آغاز کردند. بنابر توافقنامه ژنو اگر توافق جامع تا 20 جولای حاصل نشود، دو طرف می توانند زمان برگزاری مذاکرات را تا 6 ماه دیگر هم تمدید کنند. هم ایران و هم آمریکا درون مرزهای خود با فشار سیاسی چشمگیری مواجهند که به توافقی با شرایط ناعادلانه تن ندهند. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس عضو جبهه پایداری گفته علی خامنه‌ای برای پذیرش توبه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 4 شرط گذاشته است که عبارتند از مشخص کردن مرز خود با دشمنان نظام، پس گرفتن تهمت‌های اعلام شده به نظام پس از انتخابات 88، جبران خسارت‌ها و آماده بودن برای مجازات به خاطر جرائم خود. علی خامنه‌ای چندی پیش به درخواست علی مطهری مبنی بر محاکمه آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز پاسخ منفی داده و گفته بود آنها جرایم بزرگی مرتکب شدند. آقای مطهری هشدار داده ادامه روند برخورد با معترضان سال 88 برای انقلاب هزینه خواهد داشت. اسامه نجیفی رئیس ائتلاف متحدون عراق پنجشنبه شب در نطقی تلویزیونی اعلام کرد برای تصدی پست ریاست پارلمان جدید عراق نامزد نمی شود. به گفته تصمیم من برای عدم نامزدی پست ریاست مجلس در پی درخواست ائتلاف ملی برای کنارگیری از نامزدی در مقابل کنارگیری نوری المالکی از نامزدی برای نخست وزیری برای 3 بار متوالی اتخاذ شد. در همین حال یک نماینده دولت ائتلاف قانون تاکید کرده است نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق تنها نامزد این ائتلاف برای پست نخست وزیری آینده است. به گفته اظهارات نجیفی در مقابل اراده بیش از 3 میلیون عراقی جایی ندارد. در حالی که رئیس دولت اقلیم کردستان عراق پارلمان منطقه‌ای در اربیل را
به تدارک همه‌پرسی برای استقلال فراخواند، آمریکا با این درخواست مخالفت و تأکید کرد عراق تنها با اتحاد می‌تواند نیروهای افراطی را سرکوب کند. در همین حال و در ادامه بحران عراق، داعش مناطق دیگری در شرق سوریه از جمله میدان نفتی العمر را تصرف کرد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از پارلمان این منطقه خواست تا زمینه برگزاری همه پرسی اعلام استقلال کردستان از عراق را فراهم کرده و زمان انجام آن را مشخص کند. این درخواست در زمانی مطرح می شود که بغداد در حال مقابله با نیروهای دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش است که بخشای بزرگی از مناطق شمال و غرب این کشور را تصرف کردند. گزارش رویترز هاکی است که کردهای عراق که 5 میلیون نفر تخمین زده می شوند و از سال 1990 میلادی منطقه ای امن برای خود ایجاد کردند، در جریان پیشروی های نیروهای داعش در عراق قلمرو سرزمینشان را بیش از 40% گسترش داده و خطر تقسیم عراق را تشدید کردند. آقای بارزانی از نمایندگان پارلمان کردستان عراق خواسته است تا کمیته ای تشکیل داده که زمینه برگزاری همه پرسی اعلام استقلال و زمان انجام آن را مشخص کنند. وی در نشست غیر علنی پارلمان که بعد از تلویزیون این منطقه پخش شد اظهار داشت زمان برای تعیین سرنوشت ما فرا رسیده است و نباید منتظر بمانیم که دیگران برای ما تصمیم بگیرند. رئیس اقلیم کردستان عراق افزود به همین دلیل ضروری می دانم که در گام نخست یک کمیسیون مستقل انتخاباتی تشکیل شود و در گام بعدی زمینه های برگزاری همه پرسی فراهم شود. فراخوان مسعود بارزانی چند روز پس از تحریم نشست پارلمان جدید عراق از سوی کردها و سنی های این کشور صورت می گیرد که دلیل آن نارضایتی آنها از عدم معرفی نامزد نخست وزیری این کشور از سوی اکثریت شیعه مجلس عراق است. کردها و سنی ها گفتند که با معرفی نوری المالکی برای بار سوم به عنوان نخست وزیر جدید عراق مخالف هستند و او را مانعی برای حل بحران جاری کشور دانسته و خواستار کنارگیری وی از قدرت هستند. این در حالی است که آقای مالکی این درخواست را رد کرده و جمهوری اسلامی نیز از موضع وی حمایت می کند. رویترز در گزارش خود گفته است بسیاری از کردها مدت‌های مدیدی است که خواستار اعلام استقلال کردستان عراق هستند و اکنون احساس می کنند زمان طلایی برای آن فرا رسیده، چرا که دولت مرکزی ضعیف شده و از سوی دیگر سنی های عراق شهرهای مهم موصل و تکریت را به اشغال خود درآوردند. مسعود بارزانی که همواره روابط دشواری با دولت مرکزی داشته است، روز پنجشنبه تاکید کرد که مردم اقلیم کردستان تا ابد چشم انتظار بغداد نخواهند بود. وی اظهار داشت ما با کسانی که کشور را به این روز انداختند کاری نداریم. عراق تجزیه شده است و ما مسئول آن نیستیم. در همین حال، ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس اقلیم کردستان عراق برای برگزاری همه پرسی استقلال مخالفت و تأکید کرد که عراق تنها با اتحاد میتواند نیروهای افراطی را سرکوب کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جاش آرنست، سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد حقیقت این است که ما همچنان بر این باوریم که عراق در صورت اتحاد و یک پارچگی قدرتمندتر است. به افزود به همین دلیل ما همچنان از یک عراق دموکراتیک، تکثرگرا و متحد حمایت می کنیم و همچنان از همه طرف ها در عراق خواهیم خواست که برای رسیدن به این هدف کار کنند. در همین حال گزارش ها حاکی است که نیروهای داعش در شرق سوریه به سوی مرز عراق پیشروی کردند و شهرها و روستاها و یک حوزه نفتی را در این منطقه بدون مقاومت اشغال کردن. به گزارش آسوشیتد پرس، ویدیوهای متعدد منتشر شده روی اینترنت نشان می‌دهد که رقبای داعش به ویژه جبهه النصر
که در این مناطق با داعش می جنگیدند، همه با ابوبکر البغدادی رهبر داعش بیعت کردند. بر اساس این گزارش داعش تا کنون تقریبا کنترل کامل دالانی میان شهر البوکمال در مرز سوریه تا شهر دیرزور مرکز استان دیرزور را در اختیار دارد. جبهه النصره شاخه رسمی القاعده در سوریه میدان نفتی عمر را روز پنجشنبه بدون شلیک یک گلوله به داعش واگذاشت. این میدان نفتی از حدود 9 ماه پیش در اختیار جبهه النصره بود. در تحول دیگر شبکه تلویزیونی العربیه در گزارشی اعلام کرد که حدود 30,000 سرباز عربستان سعودی به مناطق مشترک مرزی با عراق اعزام شدند تا از خود در برابر حملات احتمالی گروه داعش حفاظت کنند. به گفته العربیه عربستان سعودی با بسیج ارتش خود به عقب نشینی سربازان عراقی از مرز مشترک عراق با عربستان و سوریه واکنش نشان داده است. عربستان هنوز این خبر را به طور رسمی تایید نکرده. مرز مشترک میان عربستان و عراق بیش از 800 کیلومتر است. پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله و رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از سیاستمداران عراق خواستند دولتی جدید تشکیل دهند که در آن نمایندگان همه گروه‌ها حضور داشته باشند. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در یمن اعلام کرده است خطر گرسنگی جان بیش از 3 میلیون نفر از مردم یمن را تهدید می کند. جان جینگ گفته است یک پنجم کودکان در یمن با کمبود وزن مواجه هستند و نیمی از جمعیت 24 میلیون نفری این کشور به کمک های بشر دوستانه نیازمندند. یمن در سالهای اخیر با ناآرامی و تنش های داخلی مواجه بوده است. گروه تروریستی طالبان هلیکوپتر رئیس جمهور افغانستان را با موشک هدف قرار داده و منهدم کردند، اما حامد کرزای در این بالگرد حضور نداشت. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. رسانه‌های افغانستان تاکید کردند این حمله در حالی صورت گرفت که فرودگاه کابل کاملا تحت کنترل نیروهای امنیتی است و بالگرد رئیس جمهور افغانستان در بخش نظامی فرودگاه قرار داشت. در سالگرد سقوط محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر، انفجار چند بمب و درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان دست کم 5 کشته به جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسلامگرایان مصر به مناسبت سالگرد سرنگونی دولت محمد مرسی روز پنجشنبه را روز خشم اعلام کرده و مردم را به شرکت در تظاهرات اعتراضی فراخوانده بودند. اما به گفته شاهدان عینی، عده کمی در پاسخ به این فراخوان به خیابان‌ها آمده بودند. ارتش مصر بنا به خواست میلیون‌ها مصری سال گذشته محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای این کشور را برکنار و وی را بازداشت کرد. 32 راننده تور که ماه پیش توسط گروه تروریستی داعش در شمال عراق روبوده شده بودند، عصر روز پنجشنبه آزاد شدند و به ترکیه بازگشتند. میثاق بختیاری خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر. عصر روز پنجشنبه رسانه‌های ترکیه خبر از آزادی 32 راننده ترک را دادند که ماه گذشته در عراق توسط گروه تروریستی داعش به گروگان گرفته شدند. بلافاصله پس از اعلام خبر از سوی رسانه‌ها در ترکیه، آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه نیز در یک کنفرانس خبری موضوع را تایید کردند. ایشون گفتند که 32 راننده ترک را در عراق تحویل گرفتیم و در راه بازگشت به کشور هستند. آقای داوودوغلو گفتند که تمامی 32 نفر در سلامت کامل هستند و این امر در پی تلاش‌های دولت محقق شده. البته در لحظه تنظیم این خبر، خبر تکمیلی از سوی شبکه دولتی تی‌آر‌تی ترکیه منتشر شد که اکاد از اون داره که هواپیمای حامل این 32 راننده که از اربیل عراق به سمت ترکیه در حرکت بوده در فرودگاه شانلیورفای ترکیه فرود اومده. دلیلش همین استش که اغلب این رانندگان از اهالی شهرهای شانلیورفا و مارلین هستن که با شنیدن خبر آزادی اونها خانواده‌هاشون برای استقبال به گذرگاه مرزی هابور رفته بودن.
البته در خبرها داشتیم که این رانندگان کامیوناشون ازشون گرفته شده و اونها در اطراف شهر موصل آزاد شدن و حتی مسیری رو با پای پیاده اومدن و نهایتاً با اتوبوس به شهر اربیل عراق منتقل شدن. جدای از این 32 راننده ترک، گروه تروریستی داعش در حمله 23 روز پیش خودش به کنسولگری ترکیه در شهر موصل 49 نفر از کارکنان کنسولگری ترکیه رو همراه با خانواده‌هاشون به گروگان گرفت. در میان این عده از گروگان‌های آزاد شده البته کارکنان کنسولگری حضور ندارن، ولی خب امروز آقای داوودوغلو تاکید کردن و در این زمینه قول دادن که به زودی شاهد آزادی کارکنان کنسولگری هم خواهیم بود. ایشون گفتن ما به شکلی محتاطانه در این زمینه فعالیت می‌کنیم، ولی امیدوار هستیم به زودی خبر آزادی این عده رو هم به مردم بدیم. خود آقای اردوغان هم چند روز پیش گفته بود که در ماه رمضان ما امیدوار هستیم خبرهای خوشی در مورد گروگان‌ها داشته باشیم. 23 روز پیش گروه تروریستی داعش با حمله به کنسولگری ترکیه در شهر موصل عراق 49 نفر از کارکنان این کنسولگری رو به گروگان گرفت. همینطور 32 راننده ترک رو که در مسیر ترانزیتی اسکندرون ترکیه و موصل عراق در حال حمله سوخت برای نیروگاه حرارتی موصل بودن نیز توسط این گروه ربوده شدند. دولت ترکیه هم خب بلافاصله با تشکیل میز بحران در این رابطه تلاش خودش رو برای آزادی این گروگان‌ها از همون موقع آغاز کرد. با شدت گرفتن گرمای هوا، مردم شهر تهران در ساعات مختلف روز با قطع برق روبرو می شوند. کارشناسان فرسودگی تأسیسات برقی را عامل قطع برق دانستند. وزارت نیرو خواستار همکاری مردم برای صرفه‌جویی آب و برق شده و اعلام کرده اگر مردم صرفه‌جویی کنند می توان از قطع برق جلوگیری کرد. به گزارش روزنامه شرق، تهرانی ها نخستین روزهای تابستان امسال را در حالی سپری می کنند که برق خانه ها در طول روز چند بار قطع می شود و هر بار امکان دارد که خاموشی 4 تا 5 ساعت طول بکشد. بر اساس این گزارش، برق برخی از مناطق تهران در 10 روز اخیر چندین بار قطع شده است. در همین حال محمد هاشمی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در مصاحبه با شرق موضوع قطع برق را تایید کرد و خواستار همکاری مردم در جهت جلوگیری از قطع مکرر برق در خانه ها شد. هاشمی در توضیح علت قطع برق گفت به دلیل مصرف بالا و گرمای هوا روغن ترانس ها گرم می شود و این شرکت چاره ای جز قطع برق ندارد تا این روغن سرد شود و بتواند همانند گذشته ترانس را خنک نگه دارد. او همچنین گفت مردم باید بین ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر و 9 تا 11 شب در مصرف برق خود صرفه جویی کنند تا بتوان کمبود برق را مدیریت کرد. همچنین جواد حسینی مدیرعامل برق منطقه تهران نیز دلیل قطع برق در روزهای آغاز تابستان را افزایش غافلگیر کننده دمای شهر تهران ذکر کرد. به گفته حسینی رشد مصرف برق به دلیل گرمای زیاد در 10 روز اخیر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 18% رسیده است. رسانه‌های ایران در روزهای اخیر از گرمای شدید تابستان و ثبت رکورد‌های جدید مصرف برق در ایران خبر داده بودند. در ابتدای تابستان، توانیر، شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران اعلام کرده بود که اگر مردم صرفه‌جویی نکنند، در برق رسانی اختلال به وجود خواهد آمد و برق قطع خواهد شد. روزنامه شرق انتقاد می‌کند از اینکه مسئولان وزارت نیرو زمانبندی مشخصی برای خاموشی‌ها ارائه نکردند و حتی به شیوه جدید دست به قطع برق می‌زنند، به طوری که در یک آپارتمان از میان 20 واحد 10 واحد برق دارند و دیگر واحدها با بی‌برقی ساعتی را سپری می‌کنند. در حالی که شرق بر گستردگی قطع برق در تهران تاکید می کند، جواد حسینی، مدیرعامل برق منطقه تهران، در گفتگو با این روزنامه می گوید، وقتی می توان از قطع برق گسترده صحبت کرد که برق 1/4 تا 2/4 شهر قطع شده باشد که در حال حاضر چنین نیست. روزنامه شرق همچنین همراهی مردم را تنها راه مقابله با خاموشی ها نمی داند، بلکه معتقد است تجهیزات برق و مصرف برق باید با هم هماهنگی داشته باشد تا بار مدیریت برق بر دوش مردم نیفتد.
این روزنامه اشاره می‌کند که وزارت نیرو دلیل خاموشی‌های تهران را اختلال در برخی تعمیرات اعلام کرده است. شرق به نقل از کارشناسان می‌نویسد که می‌توان با افزایش قدرت ترانس‌ها با توجه به امکان پیش‌بینی مصرف در هر سال از قطع گسترده برق جلوگیری کرد. جواد حسینی، مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران، تأیید می‌کند که برخی از تأسیسات برقی فرسوده هستند و افزایش مصرف بر آنها تأثیر گذاشته و در روزهای اخیر حتی باعث آتش‌سوزی شده است. بحران برق تنها یک هفته پس از بحران آب در کشور آغاز شده است. در روزهای اخیر مقامات وزارت نیرو به شدت نسبت به کمبود آب و نیز جیره‌بندی آن هشدار دادند. اما تنها این هشدار نبود، بلکه از هفته گذشته عملاً جیره‌بندی آب در 12 کلان شهر کشور آغاز شد. بر این اساس شاهین پاکروح، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، روز 4 تیر ماه از تنش آبی در 12 کلان شهر کشور خبر داده و گفته بود که حتی در تعدادی از این شهرها جیره‌بندی شروع شده است. آقای پاکروح شهرهای تهران، کرج، همدان، اهواز، مشهد و اصفهان را از جمله شهرهای عنوان کرده بود که امکان جیره‌بندی آب در آنها وجود دارد. ظاهراً علت کمبود آب، کاهش آب ورودی مخازن سدها عنوان شده است. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا کنون با 5% کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به 28 میلیارد و 770 میلیون متر مکعب رسیده است. این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 30 میلیارد و 360 میلیون متر مکعب گزارش شده بود. 12 تیر ماه سال 1367 یک هواپیمای مسافربری ایرانی که از بندرعباس به مقصد دبی در حرکت بود با شلیک موشک از سوی ناو آمریکایی وینسنس بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمامی 290 سرنشین آن جان باختند. آمریکا هرگز عذرخواهی نکرد و هیچ کدام از خدمه ناو تحت پیگرد قرار نگرفتند. واشنگتن این حمله را یک خطای نظامی خواند و تنها به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان اکتفا کرد. میان 290 مسافر 66 کودک هم به چشم می‌خورند. کودکانی که شاید به عشق پرواز بر بلندای آب‌های نیلگون خلیج فارس با پرواز مسافربری شماره 655 شرکت هواپیمایی ایرانیر با شماره شناسه IR655 فرودگاه بین‌المللی بندرعباس را به مقصد فرودگاه دبی در ساعت 10:17 صبح ترک کردند. دقایق نخستین پرواز و مراحل اوجگیری تا ارتفاع 12,000 پایی به خوبی پیش رفت. همه چیز طبیعی به نظر می رسید. کاپیتان محسن رضاییان، خلبان پرواز، به طور پیوسته با برج مراقبت فرودگاه بندرعباس و مرکز کنترل راه‌های هوایی ایران و امارات متحده در تماس بود. هیچ اتفاق غیرعادی گزارش نشد. هواپیما به منطقه کنترل هوایی امارات در محلی به نام مولبیتتا رسید و قصد داشت تا ارتفاع 14,000 پایی صعود کند که ناگهان در ساعت 10:22 از صفحه رادارهای زمینی ناپدید شد. پس از چند دقیقه بیخبری، برج مراقبت فرودگاه بندرعباس در تماس با دبی پیگیر سرنوشت پرواز 655 شده، ولی آنها هم اظهار بی اطلاعی کردند. بنابراین ستاد تأمین استاد هرمزگان وضعیت اضطراری اعلام کرد که ناگهان مقامات آمریکایی خبر انهدام یک فروند هواپیمای F-14 ایران توسط ناو جنگی وینسنس آمریکا به کاپتانی ویل راجرز که ساعت 10:22 وارد حریم آب‌های ایران در خلیج فارس شده بود را منتشر کردند. زندگی به یک باره برای تمامی 290 سرنشین ایرانی، اماراتی، یوگسلاوی، پاکستانی، هندی و ایتالیایی این پرواز بر فراز خلیج فارس و با شلیک موشک استاندارد 2 پایان یافته بود و همگی آنان جان باختند.
پس از روشن شدن چگونگی حادثه در جلسه فوق‌العاده شورای ایکائو یا همان سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری که به همین منظور برگزار شد، تیمی حقیقت‌یاب برای بررسی عوامل که منجر به سرنگونی هواپیمای 655 شده تشکیل شد و پس از چندی در گزارش این کمیته اعلام گردید که 7 دقیقه پس از بلند شدن هواپیمای 655 از فرودگاه بندر عباس، 11 مورد اخطار از سوی کشتی‌های جنگی آمریکا به هواپیمای ایرانی داده شد که 7 مورد بر روی طول موج‌هایی بود که تنها مخصوص هواپیمای نظامی باشد و هواپیماهای ایرباس تجهیزات لازم برای شنیدن آنها را ندارند. در این هنگام بحث زیادی میان بخش‌های اطلاعات جنگی سه ناو آمریکایی وینسنس، مونتگومری و سایتس مستقر در آب‌های خلیج فارس در گرفت. گزارش تیم تخصصی ایکائو مشخص می‌کند که در دقایق آخر حمله به هواپیما، عده‌ای هواپیما را یک هواپیمای مسافری و عده‌ای دیگر یک هواپیمای جنگی مهاجم تلقی نمودند. 2 دقیقه بعد کارکنان مرکز گزارش را مبنی بر اینکه هواپیمای مزبور F-14S دریافت کردند. در همین حال کارکنان ناو سایتس فریاد زدند هواپیما تجاری است، صبر کنید. در همین زمان یکی از افسران وینسنز نیز گفته است که هواپیما تجاری است. در همان حالی که گفتگوها میان سه ناو ادامه داشت، ویل راجرز ناخدای ناو وینسنز تصمیم میگیرد که موشک خود را پرتاب کند. ناخدا دوم کارسون، فرمانده سابق ناو سایتس، نیز در این مورد عقیده دارد که ایرباس ایرانی علاوه بر علائمی که مبنی بر غیر نظامی بودن خود میفرستاد، با سرعتی کمی در حال اوج گرفتن بود و حتی اگر در چنین شرایطی ما آن را به عنوان یک جت F-14 شناسایی می کردیم، باز من تردید دارم که می توانست تهدیدی هر چند سطحی را متوجه ناوهای آمریکایی یا هر شناور دیگری کند، چرا که هواپیماهای F-14 ایران مجهز به سلاح‌های هوا به زمین نبودند و فقط برای دفاع از نفتکش‌های ایرانی و مقابله با حملات هوایی علیه آن نفتکش‌ها به پرواز درآورده می‌شدند و پشتیبانی هوایی از نیروی دریایی به عهده گردانهای فانتوم F-4 بود. در این حال که اپراتورهای رادار ناو هواپیمابر فورستال نیز هواپیمای مزبور را به عنوان یک هواپیمای بازرگانی شناسایی کردند و جت‌های جنگنده F-14 مستقر بر روی ناو فورستال هم می‌توانستند در صورت درخواست کاپیتان راجرز برای شناسایی چشمی هواپیمای ایرانی به پرواز در بیایند. با تمام اینها، در حالی که ناوهای نیروی دریایی آمریکا به پیشرفته‌ترین سیستم راداری جهان مجهز بودند، دولت وقت آمریکا شلیک به هواپیمای مسافربری ایرانی را یک اشتباه قلمداد کرده و تنها به پرداخت مبلغ 55 میلیون دلار به خانواده‌های قربانیان و 40 میلیون دلار برای غرامت ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری اکتفا کرد و هرگز حاضر نشد مسئولیت این حادثه را بپذیرد و کمی پس از این حادثه به تمام سربازان ناو جنگی وینسنز به خاطر تکمیل سفر خود به یک منطقه جنگی مدال مبارزه اعطا کرد. روحشان شاد و یادشان گرامی باد. شب و روز شما خوش.